برج خوشبختانه ارتباط ما با شما برقرار شد از جهت صوتی. صحبت های آقای دکتر نراقی رو فکر میکنم شنیدید، بخش عمدهش رو حداقل. اگر نکته دارید در مورد صحبت ایشون میشنویم و این پرسش رو با شما در میون بگذارم، ابتدا که توضیح بدید که کلیسای انجیل یا بشارتی چیست و چه هدفی رو در ایران دنبال میکنه. بله، سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، همینطور جناب دکتر نراقی. صحبت های ایشون رو شنیدم و خب البته تو خیلی موارد با ایشون موافق هستم. میتونم که ایشون هم مثل خیلی از همفکرانشون معتقدن که دو تا شاخصه اصلی که انسان ها رو از بقیه موجودات جدا میکنه شعور و قدرت انتخاب اونها هست. اگر این دو تا رو ازشون بگیریم، در واقع یکی از اساس های انسانیت رو از اونها منع کردیم. بنابراین فکر میکنم ریشه ای ترین نیاز بشر هستش که حداقل بتونه در مسیر زندگیش، و دین که یکی از مهمترین اون گزینش ها هست رو زندگی، بتونه آزادانه این انتخاب رو داشته باشه. این چیزی هستش که فکر میکنم که غالب مسیحیان و حتی مسلمانان برش اتفاق داشته باشن. و اما پرسیدید که بله کلیسای انجیلی در واقع کلیساهایی هستن که از عمده کلیسای پروتستان رو شامل میشن. البته بیشتر یک گرایش هست که ما ممکنه در میان حتی کاتولیک ها، پروتستان ها و که شاخه های اصلی مسیحیت هستن هم کسانی داشته باشیم که انجیلی باشن، به این معنا که تاکید خاصی بر چند جنبه ایمان و عمل مسیحی دارن، از اون جمله باور به این که انتخاب عقیده یک چیز فردی هست و شخص به صرف این که در یک خانواده متولد شده، حالا مسلمان، مسیحی و یا بودایی یا هر چیز دیگه، نمیتونه خودش رو واقعا ایماندار به اون ببینه مگر اینکه در یک برهه از زندگی تصمیم شخصی بگیره. این هست که دعوت این افراد به این هستش که افراد در مقایسه، در روبرو شدن با پیغام انجیل، تصمیم شخصی برای پیروی از عیسی میگیرند یا نه. و خب تأکیداتی بر روی اصالت کتاب مقدس، اعتبار و اقتدار اون هست و همینطور بر تمامیت انجیل یا خبر خوش که شامل مرگ، مرگ، قیام و رستاخیز عیسی مسیح هست که از قبل اون نجات و رستگاری، آمرزش گناهان شامل کسانی میشه که به این پیام ایمان دارن. آقای برجی، میدونم صحبت آقای نراقی رو گوش می‌کردین، دو نکته خیلی مهم رو ایشون اشاره می‌کنن. یکی بحث در واقع نگاه معکوسه، یعنی ما بحث گرایش در واقع از اسلام به مسیحیت صحبت می‌کنیم، اون که در جامعه دیگری ممکنه اقلیت مسلمانی در واقع با همین مشکلات که ممکنه در واقع کلیسای شما در ایران باش روبروی مواجه باشن. نگاه کلیسای شما و مسیحیان ایرانی به اسلام چگونه است و توضیح بدید که ارتداد رو شما در مسیحیت چطور بهش نگاه میکنید؟ بله، خوشبختانه کلیسا با موضوع ارتداد سالها پیش دست و پنجه نرم کرده و این فرهنگ تسامح در اکثر جوامعی که مسیحیت ریشه عمیق‌تری دوبونده جا افتاده و ما که مخصوصا مسیحیان انجیلی این تأکید رو داریم. حتی من برای فرزند خودم این رو روا نمیدونم که اجبار بکنم اون رو به این که پیرو ایمان من بشه. امیدوارم که نمونه و الگوی مناسبی برای اون بگذارم که وقتی بزرگ شد با شیفته عیسی مسیح بشه و این تصمیم رو بگیره که او رو پیروی بکنه. ولی اگر تصمیم دیگری هم گرفت، من باید به این آزادی اون احترام بگذارم. و این از تعلیمات انجیل نشأت میگیره و در واقع باور ما اینطور هست و به اعضای کلیسای خودمون هم اینطور آموزش میدیم و احترام میگذاریم به حق انتخاب افراد. آقای دکتر نراقی، این نکته که برشک مهم هست در بحث ارتداد، شما هم یک اشاره کردید، فضای حاکم بر در واقع دورانی که اسلام در پی گسترش بود و بسیاری از این موارد ممکنه در اون ارتباط قابل توضیح باشه. آیا در زمان پیامبر شما در مطالعاتون برخوردید که کسی در این ارتباط مجازات شده باشه؟ و چون نکاتی رو من دیدم در مورد این که بحثای حتی اقتصادی مطرح بوده، ایده نمیخواستن زکات بپردازن، به این دلیل در واقع باز میگشتن، دیمان ایمان اسلام خودشونو در واقع نفی می‌کردن. شما چطور می‌بینید قضیه؟
والا ببینید، این که متاسفانه یه اشکالی وجود داره در بازخوانی تاریخ اسلام و اون است که همونطور که شما میدانید اولین کتاب تاریخی که درباره اسلام مکتوب شده از حدود 200 سال بعد از هجرت پیامبر بوده است و کتاب‌های تاریخی که از اون دوران به دست ما رسیده است مشهون است از قصه ها، افسانه ها و تا حد خیلی زیادی بازتاب اختلافات قبیلگی مورخان بوده است. یعنی مورخی که به یک قبیله خاص متعلق بوده داستان تاریخ اسلام رو مطابق با منافع قبیله خودش روایت میکرده و اونی که به اردوی دیگر به نحو دیگر. بنابراین یه مشکل ما اصولا داریم در اعتماد کردن به منابع تاریخی که در این زمینه آمده است و مادام که تاریخ نگاری علمی در میان مسلمانان ریشه ندواند و ما منابع قابل اعتمادی که از صافی نقد تاریخی علمی گذشتن رو در اختیار نداشته باشیم، داوری درباره این وقایع تاریخی بسیار دشوار است. اما من این نکته رو با اطمینان خاطر میتوانم به شما بگم که به هر حال قرائن و نشانه های آشکاری در قرآن وجود دارد که می تواند به نواندیشان مسلمان این امکان رو بدهد که یک نظریه تسامح بر مبنای احترام متقابل رو بر مبنای آموزه های اسلامی تنظیم کنند. برای مثال در قرآن به صراحت آمده است که اکراه افراد به دین آوردن، به اسلام آوردن ناشایست است. برای مثال آیه معروف لا اکراه فی الدین که در قرآن است، در پاره روایات آمده است که کسی در واقع خدمتکاری داشت و اون خدمتکار رو میخواست مجبور بکند به اینکه اسلام بیاورد و این آیه به اون مناسبت نازل شده است که تو حق نداری این کار رو بکنی، ایمان امر قلبی است و شما نمیتوانید مهری رو به زور در دل کسی بنشانید. یا باز در روایات آمده است که مردی دو فرزند داشت که فرزندان او، پسران او به مسیحیت گرویدند و اون پدر ناراحت شد، به خدمت پیامبر بزرگوار اسلام آمد و گله کرد. پیامبر در پاسخ این آیه رو برای ایشان خواندند که در دین آوردن اکراه نیست. و قرائنی از این قبیل در قرآن و سنت وجود دارد که میتواند در شکل بخشیدن به یک فرهنگ تسامح به ما قطعا کمک بکند و ما حقیقتا در جهان امروز به شکل بخشیدن به این فرهنگ تسامح که مبتنی بر احترام متقابل است نیاز مبرم داریم. آقای برجی، امروز اگر نگاه بکنیم شرایطی که کلیسای شما باش در گیر هست در ایران، دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به نظر شما بزرگ نمایی میکنن در واقع روند پیوستن در واقع مردم ایران رو به مسیحیت؟ خب واقعیت اینه که بعد از انقلاب موج گرایش مردم به پیام انجیل و به مسیحیت رشد بی سابقه ای داشته، ولی خب حالا اینکه چقدر در این مورد دولت مردان جمهوری اسلامی اغراق میکنن اون چیزی هستش که باید با آمار و مدارک دقیق تری بشه بررسیش کرد. ولی واقعیت امر اینه که ایرانی هایی که ما خودمون خیلی خوب میشناسیم افرادی هستن خداجو، حقجو و به قول و تعبیر یکی از دوستان خدا خو، که یا در پی اثبات خدا و یا رد اون هستن و خیلی از اونها اگر به دری بسته برمیخورن و با یک تعریف که برخی دوستان اسلام فقاهتی میگن که بیشتر متمرکز بکن و نکن ها هست مواجه میشن، اون معنویت رو شاید کم میبینن و به دنبال اون معنویت جای دیگه میگردن و بسیاری از اونها شیفته عیسی مسیح، تعالیم او در مورد محبت، بخشش، آمرزش و چیزهای دیگه میشن و اینطور هست که جذب مسیحیت میشن. بس بنابراین خالی از حقیقت نیست این که عده زیادی به عیسی مسیح ایمان آوردن از میان شهروندان ایرانی، چه از زمینه اسلامی و چه اقلیت‌های دیگه زرتشتی، یهودی و دیگران، و خب شاید یه مقدار این گرایش زیاد اونها رو نگران کرده، ولی خب فکر میکنم دلیلش این هستش که این افراد دنبال این هستن که این
رابطه نزدیک و صمیمی رو با خدا و اون رستگاری، اون آمرزش، و توی این بحران‌هایی که انسان مدرن باش مواجه هست یک راه چاره ملموسی رو پیدا بکنن. و این گفته‌های فقهی که بیشتر به اونها بکنه نکنی رای میده و یک مقدار خشک به نظر میاد، شاید اونها رو راضی نمی‌کنه. و کلیسا در ایران به شدت از این نظر تحت فشار هست، چرا که خیلی ها پاسخ این سوالات رو در ایمان مسیحی پیدا میکنن. برای همین خیلی کلیساهایی که به زبان فارسی موعظه میکنند و یا مراسمشون رو دارن و یا انجیل رو اگر به زبان فارسی در اختیار مردم میگذارن، اینها تحت فشار شدیدی هستند. و خب همین دامن زده به رشد و شیوع کلیساهای خانگی. یه چیزی مشابه تجربه‌ای که در اسلام صوفیان ایرانی داشتن، وقتی که در مسجد براشون بسته موند، اونها در خانه و یا خانگاه که معربش خانقاه امروز معروف هست جایی رو پیدا کردن. بسیاری از مسیحیان ایرانی هم اگر این اجازه و امکان رو داشتن که در کلیساها به آزادی عبادت بکنن، مجبور نمی بودن که به خانه ها پناه ببرن. خب ببینیم مرجعیت در ایران به ارتداد چطور نگاه میکنه. همکارم کوروش صحتی گفتگوی داشته با احمد منتظری، فرزند مرحوم آیت الله عظما حسین علی منتظری، در ایران درباره فتوای بسیار مهم ایشون درباره حکم ارتداد. نظر مرحوم آیت الله عظما منتظری این بود که کسانی که از روی تحقیق به نتیجه‌ای میرسن و میخوان دینشون رو عوض کنن و این کارو میکنن، اینا مرتد حساب نمیشن و هیچ مجازاتی نمیشه برای اونها در نظر گرفت. تنها کسانی مرتد محسوب میشن که اینها از روی لجاج و از روی عناد برای مسخره کردن دین چند بار میان ایمان میارن، باز از دین بیرون میرن که مسخره کنن دین رو، اینا مرتد محسوب میشن، وگرنه از روی تحقیق اشکالی نداره. اگه کسایی رو شک دارن که آیا از روی تحقیق بوده و از روی یا از روی لجاج و عناد، باز هم نمیشه اینا رو مجازات کرد، چون اصل بر براءت هست. و تا شبهه‌ای باشه که کسی آیا شک داریم که آیا واقعا از روی تحقیق بوده یا چیز دیگه، اگر شبهه هم باشه نمیشه کسی رو مجازات کرد. فقط کسی رو میشه مجازات کرد که قاضی یقین کنه از هر راهی با دلیل یقین کنه که از روی عناد و لجاجت بوده. آقای دکتر نراقی، شنیدید قبل ابتدای برنامه اشاره کردید به گفته های آقای منتظری، وقت خیلی کوتاهی داریم، اگه نکته دارید بفرمایید. والا من میخوام یه تبصره ایم به فرمایش آقای منتظری اضافه بکنم و او این استش که در جهانی که ما امروز زندگی میکنیم، حتی کسی که از سر لجاج تغییر دین بده در خور مجازات نیست، برای اینکه حتی در این شرایط ما باید حق انتخاب فرد رو ولو اینکه از سر خصومت و لجاجت بوده به رسمیت بشناسیم و در اینجا حرمت نهادن به تصمیم اون طرف برخورد اخلاقی شایسته است. بله. و خود مرحوم آقای منتظری هم معتقد بودن که در شرایط فعلی که ممکنه این نوع برخوردها مایه وهن اسلام بشه، حتی در اون موارد هم البته مجازات روا نیست. من معتقدم که به طور کلی در این زمینه باید عرصه تسامح رو فراختر کرد.